سلام به شما بینندگان عزیز سرزمینی به نام ایران سرزمین اقوام مختلف فارس و کرد و ترک و بلوچ و عرب و ترکمن با زبان و آداب و رسوم خاص خودشون زیبایی ایران به همینه که علاوه بر جغرافیای چهار فصلش اقوام مختلفی رو در خودش جا داده اما ستم مضاعفی هم در کاره ستم مضاعف یعنی ستم دو چندان و دو برابر منظور این است که در حاکمیت شاه و شیخ یک بار همه مردم ایران از هر قوم و نژاد و با هر دین و مذهب ام از زن و مرد تحت سرکوب و ستم هستند یک بار هم مثلا به خاطر جنسیت یعنی زن بودن که تقریبا نصف مردها یا در واقع انسان ناقص محسوب می شوند یک بار هم به خاطر ملیت و قومیت دست دوم محسوب می شوند و تحت ستم مضاعف قرار می گیرند. مثلا از حق آموزش و تحصیل به زبان مادریشان محروم هستند. از اینکه آزادانه طبق آداب و فرهنگ و سنتهای های خودشان زندگی کنند محروم هستند. به طور سیستماتیک از اداره امور داخلی خودشان هم محروم نگه داشته شدند. ارگان قانونگذاری برای اداره امور داخلی خودشان ندارند. از اینکه انتظامات و امور انتظامی منطقه خودشان را به عهده داشته باشند، محروم هستند. به طور سیستماتیک در منطقه آنها مثلا بلوچستان یا کردستان سرمایه کمتری صورت گرفته و توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها یک مدار عقبتر است. در واقع بهتر است بگوییم عقبتر نگه داشته شدند چون دست دوم محسوب شده پس صورت مسئله اینه که در عین حفظ تمامیت ایران در عین حفظ تمامیت ارزی و یک پارچگی و وحدت ملی برای رفع ستم مضاعف و برای اینکه هیچ ایرانی دست دومی وجود نداشته باشه چه باید کرد؟ جواب شاه و شیخ به این سوال روشن است و در عمل آزموده شده و با یک نگاه به تاریخ صد سالی معاصر ایران می آن را دریافت که جز سرکوب و ستم مضاعف چیزی نبوده. شاه و شیخ نه فقط کمترین حقی را برای اقوام مختلف ایران قائل نبودند و نیستند نه فقط رفع ستم مضاعف رو لازم و ملزوم و لازمه وحدت ملی و تمامیت ارزی و یکپارچگی پارچگی نمی دونستن بلکه هر گونه حق طلبی رو هم با برچسب تجزیه طلبی سرکوب کردن تصاویر اعدام جنایتکارانی جوانان کرد در همان سال اول پیروزی انقلاب ضد سلطنتی از اسهان پاک نشده محرومیت مضاعف مردم کرد هنوز هم بیداد می کند و کمتر روزی است که خبر کشته شدن کولبران محروم با شلیک مستقیم پاسداران جنایتکار را نشنمی در دورنج بی پایان که دل هر ایرانی آزاده را به درد می آورن. اما در ایران آینده چی؟ منظورم در ایران بعد از سرنگونی آخوندهاست. اجازه بدید که پاسخ اون رو از زبان خانم مریم رجوی بشنویم ما به پیریزی جامعه ای فرا که تار و پودش آزادی دموکراسی و برابری است و همچنین مرزبندی با استبداد و وابستگی و تبعیض جنسی و قومی و طبقاتی است زن و, مرد و از حق انتخاب آزادانه پوشش از جدایی دین و دولت از خودمختاری ملیتها از تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی کلیه افراد ملت ایران از لغو اعدام از آزادی بیان احزاب مطبوعات و اجتماعات از آزادی اتحادیه ها انجمن شوراها و سندیکاها دفاع کرده ایم و دفاع می طرح دوازده ماده شورای ملی مقاومت ایران برای خود مختاری کردستان ایران که 35 سال پیش تصویب و اعلام شده هنوز هم یکی از جامعترین الگوهای جهانی است و سرانجام و سرانجام این که ایران آزاد یک ایران غیر اتمی در همزیستی مسالمت آمیز با همکاری منطقی و بین است. آری این است آری این است سیمای یک جایگزین دموکراتیک در برابر حاکمیت آخوندی و هر گونه دیکتاتوری بله این تصویر ایران فردای ما با مریم رجبی و شورای ملی مقاومت ایرانه راستی طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران که خانم رجبی اون رو یکی از جامع ترین الگوهای جهانی معرفی کرد این طرح چیه و چه موادی داره؟ پیشینه اون چیه و در چه شرایطی به تصویب رسیده؟ آیا این یک طرح خلق و سا است؟ یا در رنج ها و مبارزات و رزم و خون فرزندان ایران زمین ریشه داره آیا این تر مشتی الفاظ یا ردیف کردن کلمات خوب در کنار همدیگه است یا محصول یک پروسه مبارزاتی مشخصه این برنامه تلاشی برای پاسخ به همین سوالاته. در مورد پیشینی طرح خودمختاری باید به ابتدای حاکمیت خمینی در سال 1357 برگردیم. در جریان انقلاب ضد سلطنتی و بعد از سقوط رژیم شاه، کردستان هم مثل سایر مناطق و استانهای ایران قیام کرده بود. اما بهار آزادی در کردستان خیلی زود گذر بود. چون هنوز یک ماه نشده، درگیری ها و سرکوب در اواخر اسفند همان سال شروع شد و بیوقفه ادامه پیدا کرد که تا همین امروز هم ادامه دارد. اما در ابتدای انقلاب ضد سلطنتی خمینی خیلی عجله داشت که جمهوری اسلامی رو سریعا به رفراندوم بذاره و در حالی که در اوج محبوبیت بود رژیم مطلوبش رو به قول خودش نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر از تصفیه مردم بگذرونه به همین دلیلم به سرعت رفراندوم و ترتیب داد که در اون دو گزینه وجود داشت جمهوری اسلامی آری یا نه اما خمینی مشخص نکرده بود که منظورش از جمهوری اسلامی دقیقا چیه و چه محتوایی داره آمه مردم هم نمی که قصد حکومت آخوندی و ولایت فقیه و تحت نام اسلام قالب کنه برای آشنایی با نظرگاه و روی کرد و جوابهای خمینی به مسائل مختلف از یک طرف و شناخت مواضع مجاهدین به عنوان آنتیتز خمینی که بعدا در شورای ملی مقاومت و برنامه و مسببات اون مدبن شده بهتر رشته کلام رو به برادر مسعود در کتاب استراتژی قیام و سرنگونی پسپاریم. استراتژی قیام و سرنگونی سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور مسعود رجوی اسفند 1388 ده روز قبل از آمدن به ایران از حکومت اسلامی دمی دم میزد و کلمه جمهوری و حاکمیت جمهور مردم برای او بسیار نامانوس بود همچنان که اشاره کردیم شعار وحدت گرایانه او همه با هم نیز به دور از میدان عمل مبارزاتی و عاری از ارائه خط مش و برنامه و آلترناتیو مشخص بود از معرفی شورای به اصطلاح انقلاب و دولتی هم که دو ماه و نیم قبل از آن در نیمه آبان 1357 مخفیانه تشکیل داده بود تفره می رفت و آن را از میلیونها مردمی که در خیابان ها برای او شعار می دادند مخفی نگه می داشت. در سوم بهمن 1357 روزنامه های آن زمان نخستین گفتگوی او با خبرنگاران ایرانی را درباره حکومت اسلامی و اینکه در آن دیکتاتوری وجود ندارد منتشر کردند به برخی سوال و جواب ها و دجالیتی که در آن موج میزند توجه کنید سال آیا اعضای کمیته شورای انقلاب اسلامی و دولت قبلا معرفی خواهد شد یا نه؟ جواب در بهشت زهرا راه خود را اعلام می کنم و حرفهایی را که باید مقدمتا زد خواهم زد سال حضرت آیت الله ممکن است بفرمایید شکل طبقاتی این کمیته اسلامی چگونه خواهد بود و آیا نماینده ای از طبقه کارگر و روشنفکر در آن خواهد بود یا اکثریت اعضای کمیته از روحانیون خواهند بود جواب نخیر از روحانیون نخواهد بود روحانیون مثل سایر طبقات نماینده خواهند داشت سال ممکن است خطوط اصلی این حکومت اسلامی را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بفرمایید؟ جواب اینها اموری نیست که بتوانم آن را برای شما تشریح کنم سوال منظورم این است که در حکومت اسلامی ملی شدن صنایع قطعی خواهد بود یا هنوز معلوم نیست و آیا ابزار تولید در دست دولت خواهد بود؟ جواب آن هم باید مورد مطالعه قرار گیرد سوال در مورد آزادی بیان و عقیده شما چه حدودی را در نظر دارید و آیا فکر می کنید باید محدودیت های قائل شد؟ جواب اگر چنانچه مزر به حال ملت نباشد بیان همه چیز آزاد است چیزهایی آزاد نیست که مزر به حال ملت ما باشد سوال آیا فکر میکنید گروه های چپ و مارکسیست هایی که در ایران هستند؟ خمینی قبل از پایان سال خبرنگار جمله او را قطع میکند و جواب میدهد اگر مزر به حال ملت باشد جلوگیری میشود و اگر نباشد فقط اظهار عقیده باشد مانعی ندارد سال نقش زنان در حکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟ آیا در امور کشور شرکت خواهند داشت؟ مثلا آیا وزیر خواهند شد؟ البته اگر استعداد و لیاقت نشان بدهند جواب اینها بسته به این است که حکومتی که پیش می آید تکالیف را معین کند الان وقت این حرف ها نیست سال چون مرا به عنوان یک زن پذیرفته اید این نشان دهنده این است که نهزت ما نهزتی مترقی است ولی دیگران کوشیده اند آن را عقب مانده نشان دهند فکر می کنید آیا زنان ما حتما باید هجاب داشته باشند و مثلا روسری روسر داشته باشند جواب اما اینکه شما را پذیرفتم بنده شما را نپذیرفتم شما آمدید اینجا و من نمیدانستم شما میخواهید بیایید اینجا که پذیرفتم سوال فکر مالکیت در حکومت اسلامی و به خصوص مالکیت ارزی چگونه خواهد بود؟ جواب اینها بعدها روشن خواهد شد سوال به نظر شما وضع روزنامه ها چگونه باید باشد؟ جواب روزنامه هایی که مزر به حال ملت نباشند و روزنامه هایی که نوشته هایشان گمراه کننده نباشد آزادند سوال بر اساس نامه ها و تلفن‌هایی هایی که می شود بعضی ها می گویند که ما از زیر چکمه استبداد به زیر نعلین استبداد می رویم. جواب آنها اموال شاه هستند آنها که این حرف ها را میزنند زنند سال هاست که میزنند و اینها را شاه به آنها دیکته کرده است و آنها به شما میگویند برای اینکه بخواهند شاه را برگردانند به آنها بگویید شاه دیگر بر نمی گردد و شما اگر حکومت اسلامی را ببینید خواهید دید که دیکتاتوری در اسلام اصلا وجود ندارد خمینی چهار روز بعد از ورود به تهران بازرگان را در شانزده بهمن پنجاه و هفت به عنوان نخست وزیر دولت موقت معرفی کرد و مهمترین کار این دولت را انتخابات مجلس مؤسسان شمرد. ما به واسطه به این آراء عمومی که شما الان میبینید و دیدید تا کنون که آراء عمومی با ماست و ما را به عنوان رسالت بفرمایید یا به رهبری همه قبول دارند از این جهت ما یک دولتی را معرفی می کنیم رئیس دولتی را معرفی می کنیم موقتا دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگیها ها خاتمه بدهد و هم یک مسئله مهمی که مجلس مؤسسان است انتخابات مجلس مؤسسان را تشکیل درست کند و مقدمات او را درست کند و مجلس مؤسسان تحسیس بشد و همینطور مجلس انتخابات هم درست بشد لازم ما دولت موقت را تعیین کردیم و از خدای تبارک و تعالی میخوام که توفیق بدد به آقای مهندس بازرگان که این معمولیت را به بچه احسن انجام بدهد روز بعد متن مکتوب حکم نخست وزیری بازرگان هم منتشر شد در این حکم که به تاریخ شش ربیع اول سال 1399 هجری قمری پانزده بهمن پنجاه و هفت یعنی در سومین روز ورود خمینی به تهران نوشته شده است خمینی خطاب به بازرگان که او را معمور تشکیل دولت موقت کرده است میگوید. ترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت در باری تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید بنابراین علاوه بر اداره امور جاری کشور دولت موقت سه وظیفه دارد یک انجام رفراندوم در باره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی دو تشکیل مجلس مؤسسان جهت تصویب قانون اساسی سه انتخاب مجلس نمایندگان ملت می بینید که یک هفته قبل از سقوط رژیم شاه در 22 بهمن هم رفراندوم و هم جمهوری اسلامی از پیش تعیین تکلیف شده بود به مجرد اینکه اون نظام به هم بخورد جانشین و او را ما داریم و یک نظام اسلامی جمهوری اسلامی متکی بر آراء عمومی و متکی بر قوانین اسلام دو هفته بعد از 22 بهمن هم خمینی در روز نه اسفند اعلام کرد آنچه این جانب به آن رأی میدهم جمهوری اسلامی است نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم روز بعد پس از رسیدن به قوم بلادرنگ گفت آنها که در نوشتجاتشان از جمهوری دم میزنند جمهوری فقط یعنی اسلام نه آنهایی که جمهوری دموکراتیک میگویند یعنی جمهوری غربی جمهوری اسلامی نه آنها میخواهند باز همان مسائب را با فرم دیگه برای ما به بار بیاورند آنها که در نوشتجاتشون از جمهوری دم میزنند جمهوری فقط یعنی اسلام نه اونهایی که جمهوری دموکراتیک میگویند یعنی جمهوری غربی جمهوری اسلامی نه آنها میخواهند باز همون مسائب را با فرم دیگه برای ما به بار بیاورند یک روز قبل از میتینگ بزرگ مجاهدین در خزانه در چهار خرداد پنجاه و هشت خمینی باز هم شخصا به صحنه آمد و برای نفی دموکراسی و دموکراتیسم و برای آببندی کردن اسلام دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک اسلامی که حرف مجاهدین بود و بازرگان هم از آن حمایت کرده بود گفت هر کس جمهوری را بخواهد دشمن ماست برای اینکه دشمن اسلام است هر کس پهلوی جمهوری اسلامی دموکراتیک بگذارد این دشمن ماست هر کس جمهوری دموکراتیک بگوید او دشمن ماست برای اینکه معلوم است اسلام را نمیخواهد ما اسلام را میخواهیم پنج روز بعد از آنکه در نه اسفند پنجاه و هفت خمینی جمهوری اسلامیش را با حکم نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر اعلام کرد بیش از یک میلیون نفر از مردم تهران در چهارده اسفند به مزار مصدق شتافتند پدر که نخستین سخنران بود با بیاناتی بسیار رسا و شیوا از مصدق به عنوان مرد ملت و مرد نهزت تجلیل کرد و اینکه چگونه مانند حضرت موسا در دربار یا پیرامون دربار قاجار بزرگ شد اما تحول پیدا کرد و مرد ملت شد مانند پزشکی ماهر بر روی نقطه درد انگشت گذاشت که همان نفت و ملی کردن آن بود نام او برای دشمنان ملت وحشت انگیز بود در مقابل ملت مثل خاک خضو می کرد اما در مقابل استعمار قوی انگلیس که سیطرش تمام دنیا را گرفته بود مثل شیر می قرید. پدر طالقانی همچنین خاطره ای از یک دیدار خصوصی خودش با کاشانی را نقل کرد و گفت روزی که گفتگو بود در بین مردم که کاشانی از زاهدی حمایت می کند و توتعی در کار است پنهانی رفتم منزل ایشان او در اتاقش تنها بود بریده ای از خربوزه در دست داشت به عنوان تعارف جلوی من گرفت گفتم حضرت آقای آیت الله دارند زیر پایت خربزه میگذارند مواظب باش گفت اینطور نیست من حواسم جمع است پدر طالقانی سپس به تفصیل توضیح داد که چگونه شیطان و هوای نفس باعث جدا شدن کاشانی از مصدق گردید و این طبعا برای دار و خمینی بسیار گزنده بود وقتی پس از پدر طالقانی نوبت به من رسید از جانب مجاهدین در برابر یک میلیون نفر از مردم تهران جواب جمهوری اسلامی مورد نظر خمینی را دادم و گفتم تصویب آن در شکل رفراندوم پیش بینی شده از طرف دولت از پیش محرز است اما ما میگوییم جمهوری اسلام بله ولی سوء استفاده ارتجاعی از اسلام نه بر همین اساس فکر می کنیم که خصایص ضد استعماری ضد دیکتاتوری و ضد ارتجایی این جمهوری که بایستی حافظ حق و حقوق تمامی مردمی باشد که در سراسر این کشور زندگی می کنند مبرمترین خصایص این جمهوری است که این جمهوری به خصوص باید در نهایت عدل بلکه بیشتر و در نهایت قسط تمام آزادی های سیاسی و اجتماعی را در مورد طبقات و نیروهای مختلف افاده کند همچنین تأکید بر نقش اجتماعی مستضعفین و طبقات محروم کارگر و دهقان جامعه را در صدر برنامه خیش قرار بدهد و الا بدیهی است که بر حسب بیان سریح سوره ماعون اگر منع ماعون نموده و یا به اصطلاح آلات و ابزار زندگی و تولید و منافع آنها را منحصر به قشر و طبقه بخصوصی بکنیم تکذیب دین و تکذیب اسلام است با توجه به سوء استفاده خمینی از کلمه اسلام و مترادف کردن آن با ارتجا و دیکتاتوری ولایت فقیه و بحرکشی ما در نقطه مقابل او ام داشتیم که بر محتوای واقعی و روح اصیل اسلام که ضد استبدادی و ضد استثماری و مبشر آزادی است تأکید کنیم به این ترتیب خمینی را به لحاظ ایدئولوژیک خلع سلاح و دجالیت او را افشا می کردیم و او از همین بقایت می سوخت. دجالیت دیگر خمینی این بود که شرکت کنندگان در رفراندوم را بین رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی مخیر می کرد بنابراین در برابر تبلیغات شبان روزی خمینی و دستجات چماغدار و حزب اللهی او که به تازگی میداندار شده و در همه جا عربده می کشیدند حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله مجاهدین بار دیگر در بیست و اسفند پنجاه و هفت در باری رفراندوم و نحوه استقرار جمهوری اسلامی اعلام کردند که اسلام و جمهوری اسلامی صرف نظر از هر پیشوند و پسوند برای سازمانی که از آغاز حامل یک رسالت مکتبی بوده است البته کمال مطلوب است مشروط بر اینکه آنچه به نام اسلام ارائه می کنیم حقیقتا اسلامی و بدور از هر شاعبه شرکامیز استبدادی و استعماری و استثماری باشد اسلامی پاک، مردمی و مبرا از جعلیات، زنگارها و رسوبات طبقاتی قرون و اثار و الا بدیهی است وجدانهای آگاه و انقلابی مسلمانان هرگز سوء استفاده ارتجاعی از نام اسلام را روا نخواهد داشت در مورد شکل استقرار جمهوری اسلامی نیز سؤال مطروحه در رفراندوم پیش بینی شده تا آنجا که به نظر خواهی در مورد سرنوشت رژیم سلطنتی و بود و نبود آن مربوط می شود اساسا بیمورد و منتفی است زیرا اگر به گور سپردن لاشه سلطنت هنوز محل سؤال و تردید باشد معلوم نیست که به چه مجوزی و در کادر چه نظامی دولت مهندس بازرگان معرفی شده و به کار پرداخته است البته اگر قبل از روی کار آمدن دولت مهندس بازرگان چنین سؤالی میشد باز میشد محملی برای آن ساخت ولی اکنون مثل این است که کسی اول در را باز کند و بعد اجازه ورود بگیرد مگر خود آقا بارها و بارها در پاریس بر حقوق عموم طبقات و نیروهای مردم دایر بر حق انتخاب و اظهار نظر آزاد همگان تأکید نکردند پس چرا باید طوری عمل شود که انعکاس درستی نداشته و این شبه را ایجاد کند که ما را فقط میان رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی مخیر کردند ولا غیر آیا ما دوست داریم که بر فرض هم که کسی با جمهوری اسلامی موافق نباشد با دادن رأی مخالف به جانب رژیم تاغوتی سلطنتی گرویده و موافق آن قلمداد شود یا اینکه معتقدیم هر که با ما نیست ضد ما و علیه ماست یا میخواهیم سایرین را وادار کنیم که از ترس سلطنت به اکراه و اجبار به جمهوری اسلامی رأی بدهند بنابراین به اعتقاد ما و بر حسب این قاعده روشن و سریح اسلامی که هیچ گونه انتخاب و قرارداد و عقدی که در آن اجبار روا شده و از ابراز تمایل و اراده آزاد افراد و گروه های انسانی به نحوی از آنها ممانعت شده باشد معتبر و اصیل نیست از دولت آقای مهندس بازرگان تقاضا می کنیم ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان انتخاب آزاد هر شکل از حکومت برای هر فرد یا گروهی در نظرخواهی وجود داشته باشد شمه ای از مطالبی بود که مجاهدین در روز 27 اسفند 1357 درباره رفراندوم و نحوه استقرار جمهوری اسلامی اعلام کردند. اما در همون روز 27 اسفند در سال 57 مجاهدین برنامه حداقل و انتظارات مرحله خودشون از یک جمهوری تحت نام اسلام رو هم منتشر می‌کنند که در اون بر ضرورت رفع ستم مضاعف از هموطنان ستمزده کرد و بر حق خودمختاری کردستان تاکید شده در برنامه بعد ما به اون خواهیم پرداخت خدا یار و نگهدارتون